تونس مراسم تشییع پلیسی که در حمله دیروز کشته شد و وعده مقام‌های تونسی برای برقراری امنیت. در حال حاضر یک قانون ضد تروریسم داریم، اما باید هر چه زودتر قانون تازه‌ای ارائه و تصویب کنیم. همه اقدامات لازم رو برای جلوگیری از حمله‌های تروریستی انجام میدیم و به نیروهای امنیتی ابزار بیشتری میدیم. هدف دیگر ما در این قانون تازه همچنین تضمین امنیت جان مأموران و خانواده آنهاست. تروریسم را ریشه کن میکنیم. ما مطمئنیم چون حمایت مردم را داریم. رئیس مجلس مقامی منتخب و نماینده مردم است و از طرف مردم تونس صحبت میکند. ما درنگ نمیکنیم. تروریسم را نابود میکنیم. شما شاهد این اقدام ما خواهید بود. همزمان دستگاه‌های امنیتی تلاش برای یافتن افراد مرتبط با دو مهاجم کشته شده را ادامه میدهند. مقام ها میگویند تا کنون 9 نفر دستگیر شدند، 4 نفر مستقیما با حمله مرتبط بودند و 5 نفر هم با این افراد در ارتباط بودند. دولت میگوید دو مهاجم در لیبی، کشور همسایه، آموزش دیده بودند توسط گروه‌های اسلامگرای تندرو. یک پیام صوتی منسوب به گروه دولت اسلامی هم منتشر شده که در آن نام دو مهاجم برده شده و آمده که این گروه پشت این حمله بوده است، گرچه این ادعا هنوز رسما از سوی مقام های تونس تایید نشده است. و حالا نگرانی از تکرار حمله های مشابه. ما از حضور حدود 2000 جنگجو در کشور حرف میزنیم. بیشترشون از عراق و سوریه برگشتن. این عدد قطعی نیست چون ما فهرستی از اونا نداریم. اونا کسانی هستن که به عراق و سوریه و لیبی رفتند و حالا برگشتن تا اینجا عملیات کنن. و اینجا هم محل حمله دیروز. پلیس گفت مهاجمان اول قصد داشتند که به پارلمان حمله کنند، اما بعد به سوی گردشگران خارجی در موزه نزدیک پارلمان تیراندازی کردند. و اینجا در یکی از بندرهای تونس گردشگران خارجی برای رفتن به خانه صف کشیدند. این کشتی پر از گردشگران تونس را به مقصد ایتالیا ترک می‌کنند. تصویری نگران کننده برای کشوری که درآمد عمده‌اش از گردشگران خارجی است. پیش قدم در خیزش‌های موسوم به بهار عربی و البته تنها نمونه موفقش علی قدیمی، بی بی سی.